ما حامیان مادران عزاداری ایران در لس آنجلس هر هفته اینجا جمع میشیم تا منعکس کننده صدای مادران عزادار ایران باشیم. اون چیزی رو که مادران عزادار ایران جرأت نمی کنن با صدای بلند در ایران ابراز بکنن به خاطر شرایط سختی که درش قرار گرفتن، ما اینجا سعی میکنیم فقط انعکاس صدای اونها باشیم در خارج و به مردم دنیا نشون بدیم که مبارزات اونها هنوز تمام نشده. مادران ایران خواستای روشنی دارن. اونها از حکومت جمهوری اسلامی میخوان که مسببین این کشتارها شناخته بشن، که فرمان این قتل‌ها رو داده، توی زندان‌ها چه به سر این بچه‌ها اومده و این همه بچه هایی که مفقود الاثر هستن جوابشون چی هست و کجا هستن. ما فقط میخواییم به مادران ایران این خبر رو بدیم که اونها تنها نیستن. مادران ایران کاملا دارن مستقل برای خودشون عمل میکنن و تنها کاری که ما اینجا داریم در خارج سعی میکنیم انجام بدیم اینه که صدای اونها رو بتونیم هرچه رساتر منعکس بکنیم. اینجا هم افتخار داریم که امشب از فرانکفورت یکی دیگه از حامیان مادران عزادار تشریف آوردن و همینطور که ما اینجا سعی میکنیم این فعالیت ها رو داشته باشیم، این مادران در همه شهرهای دیگه بعض جمله فرانکفورت یکی از شهرهای فعال در این قضیه هستن، زحمت کشیدن و تشریف آوردن که اینجا با ما ابراز همبستگی بکنن، یعنی با مادرای ایران ابراز همبستگی بکنن. متشکرم عزیزم سوران جان که آمدید. من خیلی خوشحالم که تونستم اینجا بیام به دیدن شما. ما سعی کردیم این بدعت رو بذاریم که با بقیه مادرایی که حامی مادران عزادار در ایران هستن و در شهرهای مختلف فعالیت دارن همبستگی گسترده تری داشته باشیم، بریم دیدنشون، اونا رو دعوت بکنیم که به دیدن ما بیان، چون هدف همه ما همونطور که شما گفتین یکیه، اینکه صدای مادران داغدار در ایران رو به تمام مردم دنیا و به گوش اونا برسونیم و بگیم که این مادران چه رنجی کشیدن و چه ظلمی در حقشون شده. شاید که ما هم بتونیم قدمی در این راه برداریم که اونها به هدفشون که شناسایی مسببین این جنایات باشه برداریم. من واقعا خیلی خوشحالم که الان در کنار شما هستم و میخوام که شما را اگه اجازه بدین در آغوش بگیرم. Oh, my God.
چون که روز مرگ کسی بهت رسید تو خانگامون